این سوال در ذهن مسلمان و غیر مسلمان خطور می کند که اگر همه چیز به خواست اهل متعال پیش می رود، امتحان کجاست؟ این یعنی همه چیز از قبل پلانگذاری شده، همه چیز عمل انجام شده است، همه چیز از قبل نوشته شده، هیچ کاری کرده نمی توانی جز اینکه طبق سناریوی از قبل تعیین شده عمل کنی. این در حقیقت بخش مهمی از اسلام است که به تقدیر ایمان داشته باشیم. اما چگونه باید به آن ایمان داشته باشیم؟ چگونه باید درکش کنیم؟ برای درک درست آن باید 4 نکته را به خاطر داشت. 1. علم الله متعال بر همه چیز احاطه دارد. این یعنی ایمان داشته باشی که الله همه چیز را می داند، عام و خاص را، گذشته، حال و آینده را. الله متعال می فرماید و نزد الله کلیدهای غیب است که هیچ کس غیر از او تعالی بر آن آگاهی و تصرف ندارد و هر آنچه را که در خشکی و دریاست می داند. این علم عام است و هیچ برگی از درختی نمی افتد مگر اینکه او تعالی بر آن آگاه است. علم خاص و هیچ دانه ای در تاریکی‌های زمین نیست که نداند. دانه ای را تصور کنید که در نیمه شب در اقیانوس در قهر تاریکی ها است و خارج از علم الله نیست. هیچ خشکی و تری نیست مگر اینکه در کتابی مبین درج است. بنان علم الله بر همه چیز احاطه دارد. آنچه را که نزدشان و پشت سرشان هست می داند. آنچه نزدشان هست حال است و آنچه پشت سرشان هست آینده است که از آن نمی دانند. 2. الله متعال تصمیم من را در تقدیر من نهاده. ما می دانیم که الله متعال علم ابدی و ازلی دارد. او تعالی همه چیز از شروع الی ختم این جهان و نیز آخرت را می داند، نهان و آشکار را. وقتی میگوییم علمش بر همه چیز احاطه دارد، پس تصامیم ما را نیز میداند. پس زمانی که شما تصمیم میگیرید که این و آن را انجام دهید، انتخاب کیست؟ از شماست، درست؟ اما الله متعال شما را از قبل میدانست. سپس او به شما اجازه داد که به این سناریو زندگی وارد شوید. بنابراین او تصمیم شما را در تقدیرتان زد. الله متعال میفرماید نه آنچه را که از این پیش پوشیده می داشتند، اکنون برایشان آشکار شده اگر آنها به دنیا بازگردانده شوند، به همان کارایی که منه شده بودند باز می گردند و اینان دروغگویانند. سوره انعام آیه 28. در این آیه الله می فرماید که اگر آنان را به دنیا بازگردانیم به همان کارهای منه شدهشان برمی گردند. این یعنی که تصمیمشان دوباره همان است که بود و تغییر نخواهد کرد. این چیزی است که الله متعال دقیقاً قبل از خلقت آنان نیز می‌دانست. بنان او تعالی تصمیم خودشان را در تقدیرشان درج نمود. 3. الله متعال به ما عقل و هدایت عطا نمود. درست است که از تقدیرتان آگاهی ندارید، اما الله برایتان هدایت فرستاده. قرآن و سنت که حق را از باطل تفکیک می‌کند. نه تنها هدایت، بلکه او تعالی به ما عقل نیز عطا نبود. او تعالی برایتان در قرآن فرموده که این زندگی چیزی جز فریب نیست، هیچ چیز. این زندگی زندگی اصلی نیست، اما برای من و شما این دنیایی که در آن چند مدتی مشغول زندگی هستیم در حقیقت مکانی اثبات است. بنان او تعالی برای شما همه چیز داده است. پس بی‌عدالتی کجاست؟ کجاست بی‌عدالتی؟ در حقیقت عدالت موجود است و نمی توانید که پروردگارتان را ملامت کنید. اگر کار غلط می کنید گناه خودتان است. 4. ما نمی توانیم تقدیر را تغییر دهیم. ما فقط حق تصمیم گیری داریم. برای ما ناممکن است که تقدیر را تغییر دهیم. ما فقط می توانیم از بین چند گزینه یکی را انتخاب کنیم. شما فقط انتخاب می کنید. برایتان X و Y پیشنهاد می شود و شما انتخاب می کنید. A و B و شما انتخاب می کنید. 1 و 2 و شما انتخاب می کنید. همیشه انتخاب می کنید، ولی هیچگاه اوضاع را در کنترل ندارید. به طور مثال می گویید فردا به طرف کار می روم و قطار را می گیرم. اما شما واقعا نمی دانید، چون شما نمی توانید کنترل کنید که قطار سر وقت آنجا باشد یا نه.
و یا شاید قطار اصلا حرکت نکند، چون شاید باران شدید باعث توقف قطارها شود، و یا شاید شما اصلا از خواب نخیزید و تمام روز را خواب بمانید، و یا شاید شما امشب در بستر خواب بمیرید و بر اساس تصمیممان یا مجازات میشویم و یا پاداش نیکو به دست میآوریم. پس امتحان بر اساس تصامیم ما گرفته میشود نه بر اساس تقدیرمان. فقط الله قادر به تغییر دادن تقدیر است و او به نیتی که در عقب تصمیم اعمال خود داریم نگاه میکند، طوری که گفته شده اعمال وابسته به نیتها هستند. بعضیان او تا حالا تقدیر خرابمان رو خوب میسازد اگر نیت درست داشته باشیم، و یا بعضیان به خاطر دعا تقدیرمان را تغییر میدهد که آن هم بر اثر نیت نیک است. بدین لحاظ ما باید در تصامیم خود احتیاط کنیم. او میداند چیزی را که خلق میکند، او شما را خلق کرده، ولی برای شما همیشه حق انتخاب آزاد است. حال تصمیم بگیرید، همین حالا تصمیم بگیرید.